آلمان یکی از کشورهای شرکت کننده در اجلاس جده نشست آخر هفته در عربستان سعودی را موفق آمیز عنوان کرد زیرا نشان دهنده ای تلاش جامعه المللی برای پایان دادن به جنگ بود و برلین فعالانه در این روند مشارکت خواهد کرد در همین زمینه دوشنبه دو مقام نزدیک به زلنسکی در تویت های جداگانه اعلام کردند که روند برگزاری اجلاس جهانی صلح برای اوکراین کلید خورده است آندری یرماک رئیس دفتر و مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری اوکراین از دیدار و مشورت همتایانش از آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا برای تحقق برگزاری اجلاس جهانی صلح با محوریت فرمول ده مادهی زلنسکی خبر داد و میخایل پودولیاک مشاور رئیس دفتر رئیس جمهوری اوکراین در توییتی گفت که در چارچوب فرمول ده ماده کیو به دنبال موازه سازشی مانند آتش بس فوری و مذاکرات درجا که به روسیه فرصت می تا در سرزمین های اشغالی بماند نیست. او ادامه داد ما تنها خواستار خروج نیروهای روسی و عقب نشینی به مرزهای 1991 هستیم. مذاکرات جده با هدف گرد هم آوردن کشورهای مهمی مانند چین و هند مصوب جنوب جهانی در کنار کشورهای حامل مالی و تسلیحاتی اوکراین برای تبادل دیدگاه ها به ویژه موضع کیف برای دستیابی به صلح بود. در این به وزارت خارجه روسیه که در این اجلاس حضور نداشت گفت که اگر اوکراین حملاتش را متوقف کند و کشورهای غربی ارسال تسلیحات به کیو را پایان دهند و اوکراین دست از ادعایش بر اراضی اشغالی بردارد امکان دستیابی به راه حل این جنگ وجود دارد ولادیمیر زلنسکی یکشنبه در روز ملی نیرو هوایی اوکراین از یک فرودگاهی در مکانی نامعلوم بازدید کرد تا از خلبانان و کادر نظامی پروازی که با تهاجم روسیه میجنگند تشکر کند او افزود که سامانه های ضد هوایی غربی توان دفاعی کشورش را به شدت افزایش داده است امروز گزارشی در مورد استفاده رزمندگان از سامانه های پدافند هوایی پیشرفته مانند پاتریوت و سامانه های آیرس تی که از شرکایمان دریافت کردیم شنیدم. من میخواهم از هر کشور و هر رهبری که با تحویل آنها کمکمان میکند تشکر کنم. اینها سیستم های قدرتمند و بسیار کارآمدی هستند. استفاده از آنها نتایج قابل توجهی داشته است. زلنسکی ادامه داد که این سامانه ها نه تنها در برابر موشک های روسی کارایی داشتند بلکه کمک شایانی به سرنگونی پهپادهای تحویلی جمهوری اسلامی به روسیه داشتند. تنها در این هفته تروریست های روسی تا کنون از 65 موشک مختلف 178 پهپاد تهاجمی از جمله 87 پهپاد شاهد علیه ما استفاده کردند و ما موفق شده ایم بخش قابل توجهی از آنها را ساقط کنیم ما هر کاری انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که سپر هوایی اوکراین قوی تر خواهد شد در حالی که جمهوری اسلامی ارسال پهپاد به روسیه را قبیل رد می کند برآورده آمریکا این است که تهران تاکنون بیش از 400 پهپاد شاهد 131 شاهد 136 و مهاجر به روسیه صادر کرده است به گفته مقامات اطلاعاتی آمریکا مسکو تقریبا تمامی پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی را استفاده کرده و اکنون برای دسترسی آسانتر به آنها قصد دارد با کمک تهران کارخانه تولید مدل‌های مختلف پهپاد به خصوص شاهد 136 را بومی می کند و حتی محل آن در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا مشخص شده است. دولت آمریکا در چهارم مرداد اعلام کرد که شواهد و مدارک لازم را در اختیار دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه که به جنایت جنگی روسیه در اوکراین رسیدگی می کند خواهد گذاشت فرهاد پولادی صدا آمریکا